تیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر که ما را آفرید و هدایت کرد به اسلام و قرآن و پیغمبر و اهل بیتش. با آیات قرآن هر آیه تلاوت میشه و ما با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیر روان، ساده، فشرده، قطعی در چند دقیقه. از اول قرآن شروع کردیم. جزء هشتم سوره اعراف هستیم و الان آیه 54 رو با هم میشنویم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. همانا پروردگار شما همونیست که آسمان ها و زمین را در شش دوران در شش روز قرار داد. فی ستت ایام، ایام جمع یومه، یوم با نهار فرق میکنه. نهار روزه در مقابل شب. ایام هم به روز میگن یوم، هم به شبانه روز میگن یوم، هم به دوران میگن یوم. در فارسی هم میگیم روزی چنین بود و روزی چنان. مثلا میخوایم بگیم روزی عزیز بود و روزی ذلیل، نه یعنی 12 ساعت عزیز بود 12 ساعت ذلیل. روزی یعنی روزگارانی، دورانی. روزی عزیز بود و روزی ذلیل یعنی دورانی، عزیز بود و دور. روزی پولدار بود و روزی فقیر یعنی یک مرحله، یه دوره پولدار بود، یه دوره فقیر بود. پس کلمه نهار روز در مقابل شبه. کلمه یوم هم به روز در مقابل شب میگن، هم به شبان روز میگن و هم به دوران میگن. خب برعکسش هم هست، شب هم میتونه. مثلا گاهی وقتا در قرآن میگیم شب، ولی مراد شبان روزه، مراد شب نیست. و وعدنا موسی 30 لیله، با حضرت موسی 30 شب وعده گذاشتیم در کوه طور مناجات کنن. 30 لیله 30 شب، ولی خب روزام در کوه طور بود. حضرت موسی وقتی رفت دیگه نیومد، شبیه حالت اعتکاف که میگن تو مسجد 3 روز دیگه بیرون نمیاد. روزام بود اما نمیگه شبان روز، میگه لیله. مراد از لیل شبان روزه. ان ربکم الله، پروردگار شما خدایی که خلق از سماوات و الارض. معمولا قرآن هر وقت در آفرینش اسم آسمان ها را جلو میبره، این به خاطر اهمیت آسمانه. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آسمان ها هم با عظمت تره هم بزرگتره. میلیون ها کره بالاتر و بهتر از مشابه کره زمین در فضا آسمان ها هست. اسم آسمان ها رو جلوتر میبره، شاید به خاطر عظمتش. قرآن آسمان ها رو جمع بسته ولی زمین رو جمع نبسته. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، در 6 دوره. یکی از علما در آمریکا بود، من در سفر تقریبا 1 ماهی که آمریکا بودم رفتم دیدمش. دانشمند هست، حدود 30 سالیه در اروپا و آمریکاست. گفتم چه خبر؟ گفت بعضی از تحصیل کرده ها و دانشمندان آمریکا اومدن پلو من، گفتن یک چیزی در قرآنه که تو هیچ کتاب آسمانی نیست. گفتم چیه؟ گفت این که خدا در قرآن بارها گفته در 6 مرحله زمین آسمان آفریدیم و این در کتابای ما نیست. این یک، خدا میتونه در 1 لحظه همه هستی رو خلق کنه، اما برنامه اینه که در کار خدا کاریست که باید مرحله به مرحله باشه. خدا میتونه انسان وقتی متولد شد یه دانشمند متولد بشه، اما حکمت اینه که ذره ذره چیز یاد بگیره. قرآن هم میتونه یه مرتبه بر قلب پیغمبر نازل بشه. کفار میگفتن چرا قرآن آیه آیه نازل میشه؟ قرآن فرمود کذالک که نونسب به تو بهی فعادک. اصلا حکمت خدا به اینه که گام به گام، کلمه به کلمه
آیه به آیه نازل بشه. مثنوی مولوی شعری داره میگه که مکر شیطان از تعجیل و شتاب، خوی رحمان از صبر و احتساب. با تأنی گشت موجود از خدا، تا به شش روز این زمین و چرخ ها. ورنه قادر بود که از کن فیکون، صد زمین و چرخ آوردی برون. آدمی را اندک اندک آن همام، تا 40 سالش کند مردی تمام. این تأنی از پی تعلیم توست، صبر کن در کار دیرای و درست. پروردگار شما خدایی که از زمین آسمان ها و زمین را در 6 مرحله آفرید. بعد فرمود ثم استوى على العرش، سپس بر عرش مستولی شد. عرش جایگاه قدرت و تدبیر جهانه. یغش اللیل النهار یطلبه حثیثا، یعنی شب دائما عقب روز میدوه و روز رو میپوشونه. ای که دائما شب عقب روز میدوه و شب روز رو میپوشونه، ای جز با کرویت جدا نمیاد، چون میگه دائما دائما این هی روز میره ای هی عقبش میره. یطلبه حثیثا یعنی به سرعت داره دنبال میکنه. باز یطلبه فعل مضارع، این دائما، دائما شب عقب روز میدوه، دائما شب عقب روز میدوه. این چه؟ مثل که میگیم چرخ عقب دائما دنبال چرخ جلو ماشین میدوه. این با کرویت زمین جزر میاد. یغش اللیل النهار یطلبه حثیثا، یعنی شب دائما عقب روز میدوه و او رو میپوشونه. و شمس و القمر و النجوم مسخرات، خداوند خورشید و ماه و ستارگان را آفرید. مسخرات به امره، علا تدخیر امر خداست. علا له الخلق و الامر، له الخلق یعنی آفرید و الامر یعنی تدبیر که، یعنی هم آفرید، اخه بنا میسازد و میره، متولی هم مدیریت میکنه. خلق و امر یعنی هم ساخت هم تولیتش به دست گرفت. له الخلق و الامر، در آفرینش آفرید و الامر یعنی تدبیرم به خودشه. تبارک الله رب العالمین، تبارک الله، مبارک از خداوندی که پروردگار جهانیان است. خب منظور از خلق آفرینش نخستینه، منظور از امر قوانین حاکم بر هستی است که اینها در مسیر خودشون بشه. خب ممکن است عرش کنایه از جهان ماورا ماده باشه، کرسی کنایه از جهان ماده باشه، یعنی کرسی که میگن عرش و کرسی، کرسی اشاره به دنیای ماده باشه، عرش دنیای غیر ماده، اینم احتمالش هست. همانطور که خورشید و ماه و ستاره برای هدایت و استفاده مخلوقات، رسالت و امامت و اهل بیت هم در مسیر استفاده و هدایت مردم قرار داده. ولذا روایتی داریم هم شیعه نقل کرده هم سنی که پیغمبر فرمود النجوم امان لاهل الارض و اهل بیت امان لامتی. همینطور که ستاره ها راهیابی میکنن برای افراد در تاریکی های شب و روز و دریا و صحرا، اهل بیت پیغمبر هم راهنما هستن. به هر حال خداوند قدرت داره همه هستی را در یک لحظه کن فیکون، اما تدریجا آفرید. آفریدگار هستی همون میتونه لیاقت داره که مدیر بشه. رب بکم کی؟ رب بکم الذی خلقه، رب بکم الذی خلق یعنی پروردگار شما، مدیر شما، مدبر شما کسیست که آفرید. او کسی که آفریده او باید تدبیر کنه. الا یعلم من خلق، او که آفریده میدونه چی آفریده، پس باید مدیرش هم خودش بکنه. هم آفرینش دست خداست، هم اراده دست خداست. له الخلق و الامر. تبارک الله، سرچشمه برکات خداوند است. کلمه برکت یعنی پایدار. شطور وقتی سینه شو میچسبونه به زمین یعنی دیگه نشست، یعنی پایداره. جایی که آب برای مدت زیاد میمونه میگن برکه، یعنی آب توش پایداره. برکت مبارکه یعنی برکت، یعنی پایدار باشه. تبارک الله، پایدار است، ابدی است خداوندی که رب العالمین است. بعد میگه رب العالمین، رب العالمین خدا همه هستی را داره تربیت میکنه، تمام هستی در حال تکامل و تحت تربیت الهی است، نه فقط انسان را تربیت میکنه. رب الحمدلله رب العالمین، کل هستی را داره تربیت میکنه، یعنی هستی در حال تکامله. حال تکاملش یا برای ما مشهود باشه، بعضی وقتا مشهوده، مثل چیزهایی که مثلا سنگ عقیق، مثل فیروزه، مثل طلا، که به مرور زمان این طلا شده، این یا مشهود نباشه.
ولی قرآن میگه رب الحمدلله رب العالمین تبارک الله رب العالمین. رب العالمین تو قرآن زیاده، یعنی مربی تمام هستیه، یعنی همه هستی در حال رشد و تکامله، چه برای ما محسوس باشه چه نباشه. خب این آیه 54 سوره اعراف هم تمام. اون چه در این آیه سرفصل حرف ما بود ای بود که کسی میتونه رب بکن باشه که خلقه، رب بکن الذی خلق، یعنی کسی که آفرید چون میدونه چی آفریده مدیرش هم باید به خودش بشه. این یک، که نظارت دائمی داشته باشه. دوم، خداوند در 6 مرحله هستی را آفرید. سوم، شب دائما دنبال روز میدوه و روز رو میپوشونه، یعنی زمین کرویه. هم خلق مال خداست هم امر، یعنی هم آفرینش هم مدیریت. تبارک الله، خداوند همه هستی را به طور پایدار برکت میده و مبارک از خداوند، پایدار از خداوند دیگه، همه هستی را در حال رشد میده. بریم سراغ آیه 55 از سوره اعراف. و السلام علیکم و رحمت الله.